بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير و ناصر ومعين السلام عليك يا بقية الله الأعظم أرض تسلية ناقابل من خدمة إمام مهربانيها إمام النور حضرت إمام مهدي موعود عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة فرارسيدان شهادت إمامهم حضرت جواد الأئمة عليه الصلاة والسلام إمام محمد تقي علیه و السلام و عرض تسلیت خدمت یکایک شما مؤمنان مهربانان کاربلدان دین دغدغمندان بدین و مذهب خودتان نازنینانی که محبت فرمودن حقیره به عنوان مهمان در خانه های خودتان پذیرفتن تسلیت عرض میکنم شهادت جواد علیه الصلاه و سلام خدمت شما عزیزان و سروران گرامی فضائل امام جواد علیه الصلاه و سلام اینقدر زیاد هست که از من کمترین خیلی 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 کوچکتر از که مطلبی در مورد جواد الائمه علیه صلات بیان بکنم در این جلسه قصد دارم که برخی از منابع معتبر اهل سنت را برای شما بازگو بکنم انشالله منابع هم خدمتتان ارائه خواهد شد شما مشاهده می فرماین. و ببینین که اهل سنت و بزرگان اهل سنت کسانی که کاربلد دین خودشان بودن مذهب خودشان هم میشناختند بالاخره کار کردند در زمینه نسبت به جواد علیه الصلاه و السلام امام 25 ساله مظلوم ما که مظلومانه و با لب تشنه به شهادت رسید چه نظراتی دارند بریم نظراتشان نگاه بکنیم خیلی مهمه دقت بکن جوان ببین جواد الایمه علیه الصلاه و السلام الگوی دقیقی است برای شما جوانها ببینیم این الگو را در زندگی خود ما سر لوحه قرار بدیم وقتی اسوه و الگو جلوی راه ما بود راه گم نمی کنیم گفت بی پیر مرو تو در خرابات هر چند سکندر جهانی هر چقدرم ما و شما در کار خود ما کار بلد باشیم اما نیاز به یک راهنما داریم نیاز به کسی داریم که راه بر ما و شما روشنی بندازه این روشنی را رو انداختن نخواهد بود الا از قرآن و اهل بیت علیه مسلات و, و, سلام ببینیم اهل سنت در مورد جواد علیه ملی و سلام چه مطلبی دارند. ببینید اولی مطلب در کتاب تاریخ الاسلام زهبی زهبی از بزرگترین علمای اهل سنت و قابل اعتماد هست ایشان در کتاب خودش بیان میکنه صفحه 385 مشاهدة مي قشنگ قشن کن فرموده در حديث سي سادو دو. محمد ابن الرضا علي ابن الكاظم دا مردة الجواد الائمه عليه الصلاه والسلام. موسى بن الصادق جعفر ابن الباقر محمد بن زين العابدين علي بن الشهيد الحسين ابن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. ده مردة اوصافش بيان مي كان من ثروات ال بيت النبي. صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امام الجواد علیه و السلام ایشان میگوید امام جواد علیه و السلام از بزرگان و سروران اهل بیت اسمت و طهارت علیه الصلاه و السلام هست کان من سروات آل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم خودتون مشاهده میفرمایید متنه براتون ترجمه میکنم و و کان احد الموصوفین بالسخاء جانم امام الجواد علیه افضل الصلاة والسلام آی زهبی در کتاب خودش تاریخ الاسلام اعتبار داره این شخص پیش اهل سنت حرفش حرفی است که قابل اعتماد هست کتابش قابل اعتماد هست ایشان میگه که و کان احد الموصوفین بالسخاء جواد الائمه علیه الصلاة والسلام توصیف میشد وصف میشد ویژگی که ایشان داشت ویژگی بود به سخا سخا داشت کرامت داشت دست بده داشت دستگیر بود کسی بود که به فرمایش امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره معدن الرحمه و خزان العلم و منته الحلم و اصول الكرم بود آقایی بود که دست بخشندگی داشت سخاوت داشت کرامت داشت بزرگی داشت مگه میشه از در خانه جواد العیمه علیه صلی و سلام دست خالی برگشت محال است گفت نازنینان در عالم بسی واقفند از کار و بار هر کسی جواد العیمه علیه صلی و سلام امام سخاوت هست امام جود هست امام بخشش هست آیه زهبی میگه که وکان احد الموصوفین به سخا صفت امام محمد تقی علیه و السلام سخاوت بود این آیه زهبی در کتاب خودش تاریخ الاسلام بیان میکنه. منابع هم که مشاهده میفرمایید ولذالکه لقب بالجواد به خاطر سخاوتش به خاطر جودش به خاطر کرمش به خاطر بزرگیش به خاطر بخششش به خاطر شجاعت به خاطر همه اوصافش مخصوصا مخصوصا سخاوت و بخششش حضرت ملقب شده به جواد یعنی کسی که بسیار جود داره کسی که رحمت داره کسی است که در خانش بر روی فقرا باز است یا جواد الائمه ادرکنی توف قبر حسین می خواهیم. سفر کازمین می خواهیم یا جواد الائمه ادرکنی جوان نازنین بزرگ کسی که آمدی دست توسل به خاندان با کرامت و به ویژه جواد الائمه علیه السلام زدی ببین کجا آمدی جای بسیار خوبی آمدی بیا از زندگی جواد الائمه علیه السلام و درس بگیریم بیایم دست توسل به جواد الائمه به جودش به کرمش به بزرگیش به سخا به شجاعت به قناعت به از خود گذشتگی به صبر نسبت به همسر خودش که به او جفا کرد و او را به شهادت رساند به همه ای اینها درس است تک تک اینها در زندگی ما و شما به عنوان در و گوهر متبلور هست بیم درس بگیریم اگر زندگی ما به مشکل خورد جواد الائمه چقدر زیباست حرز مام جواد معروفه هرز مام جواد معروفه یا نور و یا برهان یا مبین و یا منیر یا رب کفن شرور و آفات الدهور. اسألو که نجات یوم ینفخ فی الصور خدایا از تمام زندگی از شر زندگی از سختی های زندگی به تو پناه میبرم از روزی که دستم کوتاه شد از این دنیا در روز رستاخیز خدایا به تو پناه میبرم این هر امام جواد علیه السلام و سلام هست خیلی زیباست درس بگیریم این یک منبع از منابع اهل سنت که بیان شد و همچنین در منابع دیگر داریم به نام الاعلام قاموس و تراجم مال خیرالدین از زرکلی من بر مشاهده میفرمایید ایشان هم بیان کرده ایشان گفته که او امام الجواد عربیش باز مشاهده فهمم. من ترجمهش براتون میخوام که وقت گرفته نشه ایشان بیان میکنه که او یعنی امام جواد علیه السلام و سلام مانند نیاکان خود منزلتی بزرگ داشت بسیار مقام داشت تیزهوش بود زبانی فسیح و گویا داشت و جوابهایش بسیار قوی بسیار قوی و ایشان تعبیری که داره قوی بدی هست یعنی انقدر جوابها در ذهن مبارک جواد الائمه علیه و سلام حاضر و آماده بود که بلا فاصله حضرت جواب مناظرهای بسیار بزرگی را میداد حتی در طفلی خرد بود امام جواد علیه سلات و سلام اما جواب مناظره ها را میداد از دو تا منبع برای شما عزیزان فضائل جواد العیم علیه سلات و سلام بیان کردیم خدا را شکر الحمدلله امروز هم روزی ما شد از درسترخان با عظمت با کرامت با سخاوت با جود و بخشش و مهربانی از جواد الایمه علیه و سلام آمدیم روزی برداشتیم رزق ما شد روزی ما شد برداشتن روزی از دسترخانه با کرامت جواد الایمه علیه و سلام بسیار عالی است خاطر ما باشه که جواد الایمه علیه و سلام فرزند رسول خداست ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا پیامبر قرآن فهمود هرگز بجز وحی چیزی نمیفرمود فرزند هم که جواد علیه صلات و السلام و از فرزندان نازنین و با کرامت رسول گرامی اسلام هست هرچه میفرماید به سر ما جا داره به منت قبول میکنیم دیدم تجربی ها چه در زندگی از جواد علیه صلات و السلام بگیریم در این ایام شهادت حضرت جواد علیه صلات و السلام خدایا انشالله به ما عمل به دستورات جواد الائمه علیه الصلاه و السلام عنایت بفرما الحمدلله و امروز هم روزی ما از دسترخان با کرامت جواد الائمه علیه و السلام بود ان توفیق باشه باز هم خدمت شما عزیزان باشم همه شما را به خداوند سبحان می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته